بسم الله الرحمن الرحیم. من از بانیان خیر برپایی این جلسه سپاسگزاری میکنم و حقیقتاً ترجیح خودم این بود که بیشتر شنونده باشم و از برکت وجود استاد ارجمند جناب آقای دکتر نقی‌زاده بهره بیشتر ببریم. متاسفانه در مملکت ما یه سنتی وجود داره و اونم این است که وقتی که افراد در قید حیاتند و میتونن منشأ خیر و اثر جدی باشن، نادیده گرفته میشن و بعد از اینکه به رحمت خدا رفتن و وقت ما قصه میخوریم که عجب چیزی داشتیم و قدرش رو ندونستیم. من فکر میکنم بزرگترین هدیه این جلسه که واقعا از آقای مهندس بهرنیان و بقیه دوستان بابتش سپاسگزارم این است که به شما آقای دکتر نقی‌زاده معرفی بشن. میخوام خدمتتون عرض بکنم که شخصا از ذخیره دانایی که ایشون به زبان فارسی پدید آوردند بسیار بهره‌مند بودم و استفاده کردم. فکر میکنم تعداد کتابهایی که الان به زبان فارسی ایشون منتشر کردند از مرز 25 تا هم عبور کرده و انصاف این است که هیچ دوتایی از اینها قابل جایگزینی با هم دیگه نیستند و با یک دقت نظر و یک شرافت حرفه‌ای و با یک غیرتی نسبت به سرنوشت ایران ایشون سعی کردند که مسائل خیلی حیاتی که جزو گره‌های فکری جامعه ما میشه رو اونجا منعکس کنند. اولین کتابی که از ایشون به زبان فارسی منتشر شد 1366 بود، فکر میکنم من اون موقع نخست وزیری بودم. یه کتابی منتشر کردند ایشون تحت عنوان ژاپن و سیاست‌های امنیت اقتصادی آن. من اینو یکی از شاهکارهای به زبان فارسی میدونم برای عامه فهم کردن اون عناصر گوهری شکل دهنده توسعه. و یکی از پیام‌های بسیار جذابی که من شخصا از این کتاب دریافت کردم، آقای نقی‌زاده منظورشون همچین چیزی شاید نبود ولی این استنباط من بود، یکی از اون پیام‌ها این بود، من اسمشو گذاشتم الگوی ژاپنی مرگ بر آمریکا گفتن.
وقتی که ما اهانت میکنیم، پرچم آتیش میزنیم، نه دستاوردی برای خودمون داره، فقط بیرونی ها رو تحریک میکنه که بیشتر به ما فشار وارد کنن و بعدم ما توی دنیا مشهور میشیم به آدم های بی اخلاق. آقای نقی‌زاده اونجا یه کار خیلی عجیبی کردن. میدونید دیگه ژاپنیا بعد از اینکه ماجراشون با اون دوتا بمب اتمی فیصله پیدا کرد و تسلیم شدن در جنگ جهانی دوم، آمریکایی‌ها اومدن یه ژنرالی رو اونجا همه کاره کردن، ژنرال مک آرتور انقدر عصبانی بود از اون مقاومت‌های حماسی ژاپنیا، حالا با کله نظامی و نظامیگری، گفت من چیکار کنم که اینا دیگه به این زودی‌ها سر بلند نکنند. و راه حلی که به نظرش رسید این بود که بقیه تأسیسات و تجهیزات تولیدی هم که تو جنگ از بین نرفته رو نابود کنه. خب ایشون توی اون کتاب ژاپن و سیاست‌های امنیت اقتصادی آن توضیح دادن که چجوری ژاپنی‌ها سر رو انداختن پایین، بنیه تولیدیشون رو ارتقا دادند و به شرحی هم که اشاره کردن، ارتقاء بنیه تولیدی یک امر صرفاً اقتصادی نیست، بیش از آن که اقتصادی باشه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت ملیه. بعد یه نطقی رو در سالهای میانی دهه 1980 توی اون کتاب از یکی از نماینده های مجلس سنای آمریکا گذاشتند. خیلی بهتون توصیه میکنم اونو ملاحظه بفرمایید. در اونجا اون سناتور خطاب به حکومتگرهای آمریکایی، ببینید 1985 یعنی 40 سال بعد از جنگ، خب میگه توی این دوره 40 ساله ژاپنیا سر رو انداختن پایین، هارت و پورت نکردن، گزافه‌گویی نکردن، اهانت هم به کسی نکردن، بنیه تولیدیشون رو بردن بالا. بعد اون سناتور آمریکایی خطاب به حکومتگرهاش میگه که اینا با این اخلاقشون ما رو خام کردن. استناد میکنه به داده های الگوی تجارت خارجی ژاپن با آمریکا و میگه الان بیش از 10 ساله که ژاپنی ها به آمریکا منحصراً کالاهای ساخته شده صادر میکنند و منحصراً از آمریکا مواد اولیه وارد میکنند. توجه کردین؟ من اینو بهش میگم الگوی ژاپنی مرگ بر آمریکا گفتن. ما توی اقتصاد سیاسی به این الگوی مناسبات میگیم الگوی سنتی استعماری تقسیم کار بین المللی، یعنی الگویی که در اون طرف سلطه‌گر کالای ساخته شده صادر میکنه و از تحت سلطه ها مواد خام وارد میکنه. اون سناتور آمریکایی توی اون نطقش میگه ببینید اینها بدون اینکه صداشو در بیارن عملاً ما رو تحقیر کردند و جایگاهی که برای آمریکا به صورت تحمیلی ایجاد کردن این است که گویی اقتصاد آمریکا الان تحت سلطه ژاپنی ها قرار داره. ببینید این چیزی که ایشون عنصر گوهری فرمایشاتشون بود که فکر میکنم ما میتونیم صدها ما به ازا درباره تجربه تاریخی خودمون در اون مطرح بکنیم، تغییر نگرشه. ما طرز نگاهمون به این مسائل رو
تو همه عرصه‌های حیات جمعی، چون همونطور که فرمودن تقریبا همه متفکرای بزرگ توسعه میگن توسعه فرایند یک اعتلا بخشی همه جانبه است. یعنی اینجور نیست که شما فکر کنید اقتصاد میتونه رشد بکنه در حالی که فرهنگ و سیاست و اجتماع ما در حال تنزل باشن. همچین چیزی امکان نداره. منتها وجه اقتصادیش چون اوریانتر و شفافتره به چشم میاد، خیلی ها مسحور اون چیزایی میشن که به چشم آمده، در حالی که اونهایی که عمیق هستن میرن اون بنمایه های ماجرای این تغییر اعتلا بخش رو با اولویت مورد توجه قرار میدن. ببینید ژاپنی ها، ما الان به زبان فارسی برای اطلاع آقای دکتر نقی‌زاده عزیز عرض میکنم، شاید 5 تا کتاب به زبان فارسی داریم که مضمونش اینه که چرا اکثریت قاطع کشورهای در حال توسعه نمیتوانند ژاپن رو الگوی خودشون قرار بدن. حالا هر کدوم به یه زوایای اشاره میکنن که واقعا یکی از یکی جذابتره، ولی اساس ماجرا اینه که تمام اون بنیانهای اندیشه‌ای اعتلا بخش رو اینا تو دوره میجی صورتبندی نظری کردن، تکلیف خودشون رو باهاش روشن کردن. ما الان هیچ کدوم از اون بنیانهای اصلی اندیشه ای رو باهاش تکلیفمون رو روشن نکردیم. ببینید در همون دولت آقای احمدی نژاد در یک فاصله 6 ماهه ایشون اول اومد گفت تحریم ها عالی ترین موهبتی بود که میتونستن به ما هدیه کنن، و با اون حالا هوایی که یادتون هست و اون جستی که داشت روشو کرد به تحریم کننده ها، گفت اگر ما کوتا اومدیم هم خواهش میکنیم شماها کوتا نیایید و این تحریم ها رو نگه بدارید. همین آدم ظرف کمتر از 4 ماه اومد گفت آقا 100% گرفتاری هایی که ایران دوچارش هست به تحریم ها برمیگرده. من میگم این در واقع انعکاس دهنده اینه که ما تکلیفمون رو با نقش عنصر بیرونی در سرنوشت جامعه‌مون مشخص نکردیم، بنابراین دائما توی حرکت پاندولی هستیم. از این زاویه واقعا حدود 30 سال پیش بود من تو دوره فوق لیسانس پایان نامه‌مو روی مفهوم استقلال اقتصادی گذاشته بودم، یه بحث روش شناختی درباره مفهوم استقلال اقتصادی. دلیلش هم این بود که من دیدم از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی بدون استثناء همیشه شعار اصلی آزادی‌خواه‌ها و توسعه‌خواه‌ها و متفکرای ایران این بوده که ما استقلال میخواییم. بعد برای من این پرسش پیش اومد که این استقلال چیه که اینا میخوان، و دیدم که حتی یک مقاله به روش علمی درباره مفهوم استقلال وجود نداره. یعنی تا همین امروزم ما میگیم استقلال میخوایم، ولی میگیم اون چیه که میخوایم، میگیم نمیدونیم چیه. ما چیزی رو میخوایم که صورتبندی مفهومی و نظری نکردیمش. من توی اون زمینه که کار میکردم حدود مثلا بعد تقریبا 30 سال پیش یا بیشتر از 30 سال پیش بود، بعد دیدم که در دوره میجی یکی از متفکرهای مطرحشون به نام فوکوتساوا یوکیشی یه کتابی نوشته که خدا پدر مادر بانیشو بیامرزه که به فارسی هم ترجمه کرد، که هر کجا از خدایا به سلامت دارش،
آقای دکتر پهلوان ترجمه کردن، من دیدم هول و هوش 1850 توی این کتابش که اسمش نظریه تمدن بود یه فصل رو اختصاص داده بود به بحثی درباره استقلال ملی ما، و باورتون نمیشه که به چقدر به زبان ساده، چون هر کسی یه مسئله ای رو خیلی عمیق بفهمه قادر میشه که به زبان خیلی ساده بیانش کنه. از نظر من اونایی که خیلی مغلق و پیچیده صحبت میکنن، این علامت اینه که مسئله رو خوب درک نکردن، وگرنه اگر مسئله خوب درک شده باشه خیلی میشه به زبان ساده گفتش، و وقتی به زبان ساده گفته بشه اون دانایی هویت جمعی پیدا میکنه، و ما به یه همچین چیزی نیاز داریم توی ایران. دانایی های کلیدی باید هویت جمعی پیدا بکنه، و این مسئولیت اهل علمه که در هر حیطه تخصصی که هستن حیاتی ترین و سرنوشت ساز ترین مفاهیم رو انقدر به زبان ساده بتونن بیان بکنن که همه بفهمن. در اونجا بعد از اینکه یه بحثای فنی رو راجع به مفهوم استقلال مطرح میکنه، آخر سر مفهوم استقلال رو تشبیه میکنه به استحکام خانه. میگه ما نمیتونیم باد و بارون و سیل و زلزله رو دعوت به تقوا کنیم، بگیم وقتی که اومدی به ما کم آسیب بزن. عنصر خارجی رو اینجوری میبینه ها، میگه ما نمیتونیم به اونا بگیم کاری به کار ما نداشته باشید. اونا تو طبیعتشون این هست که کاری به کار ما دارند. بنابراین میگه ما باید خانه مستحکمی بسازیم. خانه مستحکم بزرگ ژاپنی ها بنیانهای اندیشهیش اون موقع طراحی شده. ببینید ما هنوز در این زمینه گرفتاریم، هنوزم دائم تو فاصله 0 و 180 نوسان داریم راجع به ماجرای اینکه عنصر خارجی تو سرنوشت توسعه ما حد و حدود مداخلش چقدره. ببینید اونایی که تو سن و سال من هستن خاطرشون هست که در دوره پهلوی راجع به اینکه چرا کار ایران جلو نمیره، بخش اعظم تبلیغات در اون دوره معطوف بود به اینکه حمله مغول کمر ما رو شکونده، و بعد اونو خیلی زیاد تو تبلیغات می آوردند که مثلا مغولی ها چه کردند و چه بر سر ایران آوردند. بعد اون موقع من دانشجوی اقتصاد بودم تو دوره لیسانس، بعد به خودم می گفتم خدایا این چه قدرت انعطافیه که ما داریم که یه شوکی 700 سال پیش به ما وارد شده، ما بعد از 700 سال هنوز نتونستیم کمر راست کنیم، اما آلمانی ها در سال 1914 خودشون رو در استانداردی دیدن که به تنهایی در برابر کل دنیا بایستند. بعد در 1918 شکست خوردند، یک کشور تخریب شده که بر اساس معاهده ورسای علاوه بر این که باید خرابی‌های جنگ رو ترمیم کنه باید به برنده ها هم خسارت میداد. این چه قدرت انعطافیه که یک کشوری که 1918 توی اون روزگار دچار شده کمتر از 20 سال بعدش دوباره خودشو در یه استانداردی میسازه که باز میخواد به تنهایی در برابر کل دنیا قد علم کنه. بنابراین من اون موقع میفهمیدم که پایه های این که ما همه چیز رو به مغول نسبت بدیم، حالا میگیم استکبار جهانی
احتمالاً قبل ترها هم یه چیزای دیگه میگفتیم، بعد ترها هم یه چیزای دیگه خواهیم گفت. اونا اصیل نیستند. ما قادر نبوده ایم که یک خانه مستحکم بسازیم، خانه ملی مستحکم. کل ماجرای توسعه هم همینه که ما چگونه یک خانه مستحکم بسازیم که در برابر باد و طوفان و سیل و زلزله مقاومت بکنه و خودش رو ارتقا بده. برای اینکه به یه همچین سمتی حرکت بکنیم، من میخوام الان برای شما یه ادعایی رو مطرح کنم. اگر دوستان صلاح دونستن بعداً توی یه زمان مناسب واقعا میشه به صورت یه کارگاه آموزشی مثلا 10-15 ساعته وارد جزئیات بشم براتون. من میخوام بهتون بگم که لازمه این که ما بتونیم چنین خانه‌ای بسازیم، در گام اول اینه که بپذیریم که توسعه یک رشته علمیه. یعنی چی؟ یعنی درباره توسعه باید به متخصص‌های توسعه مراجعه کنیم. ببینید، ما اینو در مورد مثلا مادرمون یا همسرمون یا بچه‌مون میفهمیم که اگر بچه‌مون مثلا قلبش مشکل داره سراغ چشم پزشک نریم. اینو میفهمیم. این فهم باید در زمینه توسعه هم پدید بیاد و اون چیزی که عرض کردم در قالب یه دوره آموزشی میشه قشنگ نشونش داد این است که همه این که چرا ما به این روز افتاده ایم و همه این که برای برون رفتش باید چه کار بکنیم توی ذخیره دانایی بشر درباره توسعه وجود داره. منتها ما میخوایم کارهای حیاتی و سرنوشت ساز رو سهل‌انگارانه و غیر کارشناسانه و هوسرانانه دربارش تصمیم بگیریم، بعد مثلا کارنامه درخشان هم داشته باشیم. ببینید 1377 50مین سال تجربه برنامه ریزی توسعه در ایران بود. ما توی دانشکده‌مون یه همایش ملی برگزار کرده بودیم، موضوعش این بود، ارزیابی تجربه های این 50 ساله. من اونجا مقاله ای ارائه کردم تحت عنوان تلقی از توسعه در اسناد این 50 سال، اسناد پشتیبان این 50 سال. شاید به خاطر ساده لوحی من یا هر چیز دیگری که من مسائل رو خیلی جدی میگیرم، شاید بتونم ادعا بکنم که بیش از 10,000 صفحه مطلب خونده شد تا اون مقاله تهیه بشه. هیچ کسم به شرحی که شما توی ایران آشنایی دارید بابت این تلاش ها به کسی پاداش نمیده، اگر نگیم که میگن روش زیاد شده و باید تنبیهش هم کرد. خب؟ ولی چون من ایمان داشتم به این که اگر ما بنیانهای اندیشه ایمون رو تقویت بکنیم میتونیم از عهده این گرفتاری ها بر بیای، تقریبا میتونم بگم که تو کل اون تاریخ 50 ساله هیچ سند مهم کلیدی نبود که من ندیده باشم. جمع‌بندی اون مقاله چی بود؟ جمع‌بندی این بود که در کل برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب ایران ویژگی مشترکشون این است که هیچ درکی از توسعه ارائه نکردند. یعنی در هیچ کدوم از اسناد توسعه ای تعریف نشده و صورتبندی نظری نشده. بعد من اونجا توی جمع‌بندی گفتم خب عزیزان، ما 50 سال داشتیم دنبال یه چیزی میگشتیم که نمیدونیم چیست. خب توی یه همچین شرایطی اگر به هدف برسیم واقعا مایه شگفتیه.
نه اینکه ما تعجب کنیم که پس چرا این همه ارز خرج کردیم، ریال خرج کردیم، منابع انسانی به کار گرفتیم و به جایی نرسیدیم. اون چیزی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم توی این جلسه اینه که ذخیره دانایی موجود بشر در زمینه توسعه به اندازه ای هست امروز که با جزئیات به ما بگه که چرا به این روز افتادیم و چه کار باید بکنیم که از این شرایط بیایم بیرون. کاملا روشنه، منتها هویت جمعی پیدا نمی کنه به خاطر اینکه در درجه اول ما اینو به عنوان یک رشته علمی به رسمیت نشناختیمش. چون به رسمیت نشناختیم، هیچ کدوم از اون لوازم معرفتی برون رفته از دورهای باطل توسعه نیافتگی رو هم فراهم نکردیم. مثلا فرض کنید جزء الفبا، جزء الفبا در زمینه توسعه اینه که ایشون هم توی اون مقدمه که فرمودن از قول متفکرهای مطرح توسعه گفتن دیگه، میگن اساس ماجرای توسعه که از نظر من این معادل یه معادل دقیق و رسا برای لفظ دیولوپمنت نیست. ما بهش میگیم یک غلط مصطلح. توسعه از نظر فارسی یعنی بست پیدا کردن، در حالی که دیولوپمنت یعنی اینکه تو یک ارتقاء سطح پیدا بکنی و از اون دورهای باطلی که تو رو زمین گیر کرده بیای بیرون. بنابراین مثلا کل نظریه های توسعه بحثشون سر اینه که اون دورهای باطل اصلی که تو رو اینجوری زمین گیر کرده رو باید بشناسی. من میخوام بهتون بگم که مثلا 1397 شد 70مین سال تجربه برنامه ریزی توسعه در ایران و در کل این 70 سال در هیچ یک از اسناد پشتیبان برنامه های ما هیچ ایده ای راجع به این که مهمترین دورهای باطل باز تولید کننده توسعه توی ایران چیه وجود نداره. توی دانش توسعه میگن بعد از اینکه این دورهای باطل رو شناختی باید یک فهم صحیح از توالی ها پیدا بکنی، سیکوینسز. هیچ مطالعه ای در این زمینم به زبان فارسی تا امروز وجود نداره. خب پس وقتی که من عرض میکنم که ما اون بنیان های نرم افزاری و اندیشه ایش رو فراهم نکرده ایم، واقعا یه ماجرای جدیه که باید راجبش فکر کرد. گرفتاری اساسی اینه که چون توسعه مطالبه اصلی حکومتگرهای ما نبوده، نظامهای آموزشی و پژوهشیمون هم چنین مأموریتی بهشون داده نشده. اگر الان یه دانشگاهی بیاد فراتر از آنچه که سر کلاس مطرح میکنه یه حرفی بزنه، گرایش غالب اینه که میگن برو بشین سر جات. من اسمشو گذاشتم یک توافق نانوشته بین دانشگاهی ها و حکومتگرها که اونا میگن آقا ما خرجتون رو میدیم، شما بری سرتون رو گرم کنید اونجا، شما به کار ما کاری نداشته باشید، ما هم به کار شما کاری نداری. اینجوری میشه که مثلا در حالی که کشور با حادترین مسائل اقتصادی روبروست، شما ملاحظه میکنید که کمتر از 5% استادای اقتصاد راجع به اقتصاد ایران حرف میزنند. میگن سری که درد نمیکنه رو بی خود دستمال نبندیم. خب یعنی میخوام بهتون عرض بکنم که ماجرا فقط ماجرای حکومت هم نیست که فکر کنیم اگه این وزیر رو تغییر بدیم یا اون وکیل رو تغییر بدیم کار درست میشه. ماجرا تک تک آحاد مردم گرامی این سرزمین هم هستند.
و ما باید بتونیم اینا رو واقعا اونطور که بایسته هست نگاه بکنیم. من برای این که مثلا یه آدرس تلگرافی بهتون داده باشم که بعد از دل اون آدرس تلگرافی بتونیم یه خورده راحت تر مسائلمون رو ببینیم، اینو عرض میکنم که در دانش توسعه میگن که بیشمار نظریه وجود داره و هر کدومشون هم یه هیته یا چند هیته رو کانون اصلی دورهای باطل میدونند، اما همشون اتفاق نظر دارند که برایند همه دورهای باطل یه جا متمرکز و قابل مشاهده است و بنابراین هر کشور توسعه خواهی باید بره اونجا متمرکز بشه. اون چیه؟ میگن کانون اصلی باز تولید کننده همه دورهای باطل توسعه نیافتگی متجلی میشه در بنیه ضعیف تولیدی و بهره‌وری اندک. این کانون اصلی همه دورهای باطله. حالا من بر این اساس میخوام بهتون بگم که اگر ما از راهش وارد بشیم اون وقت چجوری میتونیم گره گشایی کنیم، به تعبیر استاد طرز تلقیمون رو تغییر بدیم. دو تا کار میتونم بکنم. یه کار این است که بیام بهتون بگم که وقتی که به اون مسئله توجه نشده چطور هر سیاستی، هر میزان ارز و هر میزان ریالی تخصیص میدیم به ضد خودش تبدیل میشه. یه زاویه دیگری که میخوام برجسته بکنم و بر اساس اون بهتون بگم که هزینه فرصت استمرار این غفلت هر روز در حال افزایشه، اینه که یکی دوتا مثالم در این زمینه براتون بزنم. ببینید، این یکی از آخرین گزارش هاییه که توی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده. همین تیر ماه 1398 منتشر شده. ببینید، با عینک توسعه وقتی که به این نگاه میکنید از زاویه اون دور باطل اصلی، ببینید چی متوجه میشید. میگه که داده های، یعنی آخرین داده های رسمی موجود در کشور درباره فقر مربوط به 1396ه. بعد میگه که از کل فقرای ایران در سال 1396 59%شون شاغلند. ببین چقدر تکون دهنده است. میگه 59% فقرای ما رو شاغل‌ها تشکیل میدند و 30% دیگرش رو هم بازنشسته‌ها، یعنی شاغل‌های قبلی. در حالی که ما فکر می‌کنیم فقرا رو باید توی بیکارا جستجو کنیم دیگه، درسته؟ ببین این داده چقدر تکوندهنده است. ماجرا اینه که چون بنیه تولیدی ضعیفه و بهره‌وری اندکه، تو شغل داری ولی با اون شغل در سطح فردی فقرت برطرف نمیشه، در سطح ملی هم عقب ماندگیت برطرف نمیشه. ببینید چجوری قشنگ ما رو به سمت آدرس اصلی هدایت میکنه. در اینجا میگن اگر بخوای مثلا فهم عمیق پیدا بکنی، یک گام اساسی اینه که مفاهیم کلیدی و سرنوشت ساز رو عمیق بفهمید. ما میگیم تولید، بعد یه چیزایی رو مصداق تولید مطرح میکنیم که اینا هیچ کدومش قادر به رفع فقر و عقب ماندگی نیست. حالا خودش چه جزئیاتی داره و چه مصداقهایی و
بعضی وقتا ما چون از نظر روحی هم کم میاریم، دوپینگ روحی میخواییم بکنیم خودمون رو. یعنی مثلا میگیم که آقا نفتی که یه ذخیره زیرزمینیه بیاریم همون جوری خام بفروشیمش، بعد برای تقویت روحیه اسمشو بذاریم تولید ناخالص داخلی. آقا تو داری از جیب میخوری؟ آخه از جیب خوردن که تولید محسوب نمیشه. پس ببینید، یکی از اون چیزهایی که خیلی به شفافیت نیاز داره، شفاف کردن مفهوم تولیده. مفهوم تولید از منظر یک کشور توسعه نیافته یعنی تولید توسعه گرا، و تولید توسعه گرا هم یعنی تولیدی که دو تا قابلیت داشته باشه: بتونه فقر برطرف کنه، بتونه عقب ماندگی رو حداقل بکنه. حالا بریم بگردیم ببینیم کدوم تولیدیه که همچین قابلیتی داره. واقعا خدا شاهده بعضی وقت آدم خیلی حالش بد میشه. ببینید الان مثلا آقای رئیس جمهور ابلاغ کرد وزارت گردشگری. یعنی خیلی ها تو مملکت ما فکر میکنن که با گردشگری گره کار ایران باز میشه، در حالی که توی متون توسعه که نگاه میکنید میگه اولا گردشگری هرگز توسعه ایجاد نمیکنه. گردشگری مثل یک چیزیه که طعم میده به غذا، یعنی کالوری و نمیدونم پروتئین و این چیزا توش وجود نداره، طعم میده. چرا گردشگری از اقتصاد تو اقتصاد مهم انگاشته میشه؟ میگن چون اگر تو بنیه تولیدی و بهره وری تو بالا برده باشی، گردشگر نماد یک الگوی تقاضاییه که توش هزینه های بازاریابی منتفی میشه، هزینه های حمل منتفی میشه. یه عده میان اون چیزایی رو که تو تولید کردی مصرف میکنن، تو تولید زیاد میشه، اشتغال زیاد میشه، بنیه فناوریت بالاتر میره. خب اگر تو قبل از اینکه مسئله تولید تو حل کرده باشی بخوای بری سراغ گردشگری، یعنی همون مصرفگرایی وابستگی آور و فقرزا و بیچاره کننده رو داری تشدید میکنی، به خارجی هم سوبسید میدی. ما به این فهم نیاز داریم، ولی چون اندیشه توسعه تو مملکتمون در قربت به سر میبره، اینجوری فکر میکنیم. من همین چند وقت پیش یه گزارشی میخوندم، 2015 بانک جهانی منتشر کرده، در اونجا این پرسش رو مطرح کرده بود که چرا در حالی که تو دو دهه گذشته چند صد میلیارد دلار به اقتصاد یونان تزریق شده، چرا اقتصاد یونان از حالت بحرانی نمیاد بیرون؟ بعد در اونجا گفته بود اساس ماجرا اینه که اونها از سرمایه گذاری در تولید صنعتی مدرن، یعنی تولید توسعه گرا، غفلت کردند، افراط کردند در محاسبه روی توریسم، و میگه اینجوری زمین گیر شدن و هر چی هم دلار تزریق میکنی کارشون راه نمیفته. بعد دیدم یه گزارشی OECD منتشر کرده، اون 2016، خیلی جالبه. میگه که ببینید در اثر غفلتی که اینا رو سرمایه گذاری توی تولید توسعه گرا انجام داده اند، میگه در سال 2016 یونانی ها به طور متوسط سالانه 700 ساعت بیشتر از آلمانی ها کار می کنند، اما درآمد سرانه شون کمتر از یک سوم آلمانی هاست. متوجه می شین؟ پس اساس اون چیزی که ایران رو نجات میده اون تولید توسعه گراست. ماجرا اینه که
تولید توسعه‌گرا تو ایران مثل همه چیزای دیگه دفرمه شده. یعنی چی؟ یعنی خود تولید توسعه‌گرا هم شده مثل یه چیزی که مثل یه حیوان دیگه ای هست، پوست و صورت یه موجود دیگر رو چیز کرده، پوشیده. الان تولیدم توی ایران بخش بزرگیش محمل چیه؟ کسب رانته. به شیوه های مختلف ما داریم یه متنی رو تهیه میکنیم که انشالله گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن براش وجود داشته باشه، داریم اینو خیلی عریان نشان میدیم که آقا راه های دور نریم. ببینید وقتی که برجام پذیرفته شد، من اومدم نتایج تحقیقم تا اون روز رو ارائه کردم، اومدم گفتم آقا منابعی که آزاد میشه از بیرون، ذخایر ارزیمون، بزرگترین ظلم به کشور اینه که تحت عنوان تولید تخصیص داده بشه. همه شگفت زده شدن. من برای این چند تا استدلال آوردم، گفتم من موارد استثنایی و خاص که مبتنی بر برنامه باشه رو رد نمی کنم، اما اگر تحت عنوان تولید تو دوباره شروع کنی ارز و ریال تخصیص بدی، گفت ارز خود میبری و زحمت ما میداری. منطق چی بود؟ منطق این بود که گفتم آقا خودتون گزارش کردین، میگین در فاصله مثلا 1385 تا 1393 بیش از 7000 کارگاه صنعتی کشور ورشکست شده و اومده بیرون و بخشی از اونا خیلی آدم های ریشه داری بودند، برند های ریشه داری بودند. بعد میگی که اونایی هم که موندن دارن به طور متوسط بین 1/3 تا 1/2 ظرفیت تولیدیشون رو استفاده میکنن. پس ماجرا چیه؟ اگر تو تحت عنوان تولید ارز و ریال تخصیص بدی و بقیه چیزا، با این بستر نهادی که اونا رو که ریشه دارن بودن، خیلی هم حرفه‌ای بودن، رو به این روز انداخته، ظرف 3 تا 5 سال این جدیدیان به همون روزگار دوچار میشن. پس تو تا بستر نهادی تو اصلاح نکردی، وقتی اصرار میکنی به این که من مجوزهای جدید بدم، یعنی میخوای کسب توزیع رانت بکنی. اگرم توزیع رانت نباشه، زمان آقای احمدی نژاد گفتن که ما اومدیم فکر کردیم کل ماجرای تولید و اشتغال با وام زود بازده حل میشه، بعد نتیجهش این شد که ما اومدیم بیکاران رو یه مدال جدیدم بهشون دادیم، بدهکاری. بیکاران سابق شدن بیکاران بدهکار. واقعا شما فکر میکنید مثلا درک یه همچین چیزی خیلی سخته؟ خب گوش ندادن و این شیوه تخصیص ارز و ریال کاملا مضمون ضد توسعه‌ای داره. چرا؟ همین آقای مهندس بهرنیان، واقعا من ازش خیلی ممنونم، خیلی با ذکاوت اون کانونهای اصلی مشکلات ایران رو تو همین اتاق مشهد برملا میکنن و واقعا دارن خدمت رسانی اندیشه‌ای میکنن. ایشون 10 تا گزارش تهیه کرده راجع به پدیده ای به نام بحران مقیاس تولید در بخش صنعت ایران. آقا ما 3 واحد تقاضا داریم 300 واحد ظرفیت تولیدی ایجاد میکنیم، یعنی خودمون میفتیم به جون خودمون و تولید رو از صرفه میندازیم. معلومه که به بحران میخوریم و ماجرا هم ماجرای سلطه مناسبات رانتیه، وگرنه این مسائل اونجوری پیچیده نیست که مثلا ما بگیم بعد بگن این انقدر سخت صحبت کرد ما متوجه نشدیم. اصلا پیچیدگی نداره. انقدر داده ها در این زمینه وجود داره. الان من داشتم می اومدم اینجا، چند تا از این مطالعه هایی که
صورت گرفته رو با خودم برداشته و آورده بودم. ببین ماجرا اینه که واقعا کاش هنرمندای ما هم می اومدن به صف مدافعان تولید توسعه‌گرا، چه با طنز چه با درام قباحت این مناسبات رانتی رو برملا می کردن. ببین مثلا گزارش رسمی میگه که آقا از قله درآمدهای نفتی کشور یعنی 1384 تا 1393 یعنی یه دوره 10 ساله میگه که حدود 2500 تا از تعداد بنگاه‌های صنعتی کشور کاسته شده. ببینید این چه شعبده بازیه، تو این همه ارز و ریال به نام تولید تخصیص میدی، از تولیدت کاسته میشه تعداد تولید کننده هات. یعنی چی؟ بعد میگه که خیلی جالبه، میگه با این حال، یعنی در حالی که اینا دارن هی روز به روز کمتر میشن، میگه با این حال فقط در سالهای 1393 و 1394 بیش از 10,000 مجوز بهره برداری جدید صادر شده است. یعنی از یه طرف این بستر نهادی اونایی که قبلا اومده بودن و ورشکسته میکنه و از صرفه میندازه، از اون ور هی داری ارز و ریال تخصیص میدی توی این زمینه، به جای اینکه بیای به فریاد اونایی که وجود دارن برسی. حالا اگر زمان بود من براتون میگفتم که این عین همین پارادوکس رو تو بازار کار و آمارهای مربوط به اشتغال ایرانم ایجاد کرده. طنز تلخ من اسمشو گذاشتم. خب بعد میگه که خیلی جالبه چون دید توسعه‌گرا وجود نداره، به این شما همش ذهنتون رو توی اونجا معطوف کنید. میگه که فقط در سال 1394 بیش از 2500 واحد صنعتی جدید برای مجوز تأسیس گرفتن و بیش از 800 واحد مجوز بهره برداری گرفتن. تو چه زمینه ای؟ تو زمینه صنایع غذایی و آشامیدنی، یعنی جایی که از نظر بنیه تکنولوژیکی بسیار پایینه و ما اصلا تو اون حیطه مشکل نداریم، یعنی همونایی هم که وجود دارن دارن زیر ظرفیت تولید میکنند. متوجه میشین؟ بنابراین هی آمار داده میشه که آره ما اینجوری بهره برداری کردیم، اون یکی هم لذت میبره میره افتتاح میکنه، ولی به اون پویایی هایی که ما با این سیابازی ها داریم چه بر سر خودمون میاریم کسی توجه نمی کنه. ببینید اون چیزی که من عرض کردم اینه که هر روز که میگذره هزینه فرصت استمرار این مناسبات برای کشورمون بیشتر میشه و ما باید اینو خوب بفهمیم و بفهمانیم. اون مثال نمادینی که من براتون میزنم که ببینید ما داریم با خودمون چی کار میکنیم و اینجوری ژست استقلال خواهی و ژست توسعه خواهی میگیریم و به طرز فاجعه آمیزی رو به قهقرا میریم که خود اون رو به قهقرا رفتنم به صورت بندی نظری و تبیینی نیاز داره و الان راه به روی اونم تا حدودی بسته است. با یه نشانه هایی من میخوام اینو برای شما آشکار کنم. نشانه ها هم عموماً مبتنی است بر گزارش های رسمی. شما میدونید که در کشور بسیار گرامی ما گزارش های رسمی و اظهارات مقامات گرامی رسمی خوشبینانه ترین و محافظه کارانه ترین برآورد ها رو منعکس، یعنی وقتی که اونا یه چیزی رو بپذیرن دیگه میشه روش قسم حضرت عباس خورد که یعنی دیگه این هست. ببینید در سال 1398
83 برنامه چهارم توسعه کشور تصویب شد بعد از انقلاب. در سند قانون برنامه چهارم توسعه گفته بودن که باید به طور متوسط سالی 8% رشد داشته باشیم. بعد گفته بودن که برای اینکه این رشد حاصل بشه میزان منابع ارزی مورد نیاز چقدره؟ پاسخ سند قانون برنامه چهارم اینه، میگه سالی 16.5 میلیارد دلار تزریق کنی به این اقتصاد، از توش رشد متوسط 8% در میاد بیرون. 1396، یعنی کمتر از 15 سال بعد، میخوام بهتون بگم داریم با خودمون چی کار میکنیم ما. و من نمیدونم واقعا اون نهادهای نظارتی و اونایی که باید مسئولیت‌های استراتژیک تو کشور داشته باشن واقعا دارن چی رو رصد میکنند که هیچ کدوم از اون چیزای حیاتی که باید رصد بشه وجود نداره، ما نمیبینیم نشانه ای ازش. ببینید 1396 سیاست‌های کلی برنامه ششم بیرون اومد، در اونجا گفتن آقا دوباره رشد متوسط 8% برای سال‌های برنامه ششم. حالا اینکه اصلا تو سیاست کلی شما باید عدد کمی چیز بذاری و این چی اصلا سیاسته یا سیاست کلیه، اوناش هم به کنار که واقعا ماجراها داره توی این اقتصاد سیاسی شگفت انگیز ایران. به محض اینکه تو سیاست‌های کلی این منعکس شد، رئیس گرامی سازمان برنامه اومدن گفتن که ما اینو کاملا قابل تحقق میدونیم ولی یک شرط براش وجود داره. اون شرط اینه که سالی 200 میلیارد دلار در اختیار ما قرار داده بشه. حالا از 10 زاویه میشه خود این حرف رو مورد واکاوی قرار داد و واقعا به ازای هر یک زاویه از اون 10 زاویه جا داره که آدم با کله از این شیشه خودشو بندازه بیرون، که بعد از این همه هزینه هایی که ما روی مثلا سرمایه گذاری تو آموزش عالی کردیم، این همه تجربه‌ای که تو سازمان برنامه‌مون انباشته شده، تجربه دوره احمدی نژاد رو هم دیدیم که سالی 100 خورده‌ای میلیارد دلار هم درآمد کسب کردیم و با یه سرعت وحشتناکی رو به قهقرا رفتیم، بازم کل ماجرا متنزل میشه به اینکه آقا سالی 200 میلیارد دلار بده رشد 8% تحویل بگیر. ولی من از این زاویه اینکه روند قهقرایی ما رو در صورت تداوم این روندها با اوریانی کامل آشنا میکنه میخوام تأکید کنم. ببین تو سال 84 خودت تو سازمان برنامه به جنبندی رسیدی که رشد 8% سالی 16.5 میلیارد دلار ارز میخواد، در سال 96 میگی میزان ارز برای اون رشدت رسیده به سالی 200 میلیارد دلار. قشنگ شما میفهمید که آقای دکتر نقی‌زاده عزیز گفتن که دولت و ملت و بنگاه‌های ژاپنی مهمترین خصلتشون دورنگریه. شما آثار شهید بهشتی رو بخونید، واقعا آدم افتخار میکنه به مسلمانی خودش وقتی آثار شهید بهشتی رو میخونه و چقدر دریغ و تأسف از اینکه مداها اینقدر جایگاه دارن تو تلویزیون ولی اندیشه های مثلا امثال شهید بهشتی تو آفساید قرار داره. در اونجا میگه که بر اساس صریح قرآن مهمترین علامتهای مسلمان بودن، میگه مسلمانی به هارت و پورت نیست، به ادعا نیست، میگه دو تا علامت داره مسلمانی، یعنی هر کسی ادعای مسلمانی کرد با این دو تا بسنجیدش. اولیش انصافه که خداوند توفیق داده در حد اعلا تو مملکتمون وجود داره،
دومیش هم دورنگری، یعنی اگر ما واقعا به معنایی که آقای بهشتی میفهمن مسلمان باشیم، باید دورنگر باشیم. با اون دورنگری ما میگیم شما بیاید یه مدل ادامه روند طراحی بکنید، در سال 1384 ارزبری هر رشد اقتصادی که میخواستید به طور متوسط 8% ایجاد بکنید، 16.5 میلیارد دلار بوده، 96 شده 200 میلیارد دلار. حالا پیدا کنید چشماندازهای آینده رو. خب من میخوام عرض بکنم که از منظر ملاحظات سطح توسعه ده ها شاخص اینجوری وجود داره که میگه اگر تو واقعا دنبال توسعه هستی، آقا روندهای اینها رو بذار زیر ذره بین. یکی از اون شاخص ها که خیلی هم کلیدیه بهش میگن رابطه مبادله. یعنی توی این الگوی مبادلات بین المللی که قرار میگیری، چشماندازهات چجوریه؟ ببین، من اومدم با استفاده از کارهای تحقیقاتی دیگران یه تلاشی انجام دادم، ببینید چقدر تکون دهنده است. در سال 1367 آقای مهندس گفتن که 3 تا دوره استثنایی داریم توی 100 ساله گذشته تاریخ اقتصادی ایران، ولی جزئیاتشو نگفتن که اون 3 دوره چه دوره هاییه. واقعا باید در جای خودش ببینیم، ولی من حالا اینو بهتون عرض میکنم. در سال 1367 هر تن کالای صادراتی ایران به طور متوسط 850 دلار فروخته شده. در سال 1373 قیمت متوسط هر تن کالای صادراتی ایران رسیده به 650 دلار. در سال 1376 شده 330 دلار. در سال 1380 رسیده به 260 دلار. قشنگ می‌بینید 70 سال پیش یک نظریه پرداز پیشگام گفت آقا اگر تو یک الگویی از تجارت بین المللی رو در دستور کار قرار داده باشی که مرتباً قیمت کالاهای صادراتیت سقوط کنه و قیمت کالاهای وارداتیت افزایش پیدا کنه، تو بیچاره میشی. اسمشو گذاشتن امتناع توسعه. میگن این یک روند قهقرائی معطوف به اضمحلال، نسبتی با توسعه نداره. شما نگاه کنید یه بار در این زمینه ها با ما صحبت میشه، همش پمپاژ روحیه است. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگن اگر ما در زمینه کاهش اتکا به نفت افتضاح کردیم، بیاییم مثلا تعریف صادرات غیر نفتی رو تغییر بدیم، مثلا گاز و میعانات گازی و فراورده های خام نفتی رو اسمشو بذاریم از این به بعد صادرات غیر نفتی. قشنگ شما میبینید که در قربت اندیشه توسعه روند رو به اضمحلاله، ولی ما هی دوپینگ ظاهر سازانه می کنیم و بقیه چیزها رو می آییم نادیده می گیریم. من می خوام خدمتون عرض بکنم که مثلا بیش از 10 تا نشانه من براتون در این زمینه بر اساس آمارهای جدید چیز کردم. دیگه باید یواش یواش
آره برای سوال و جوابم وقت بذاریم. این آخرین نکته یه که میخوام خدمتتون عرض بکنم و واقعا ببینید اگر بخوایم از منظر توسعه نگاه بکنیم چقدر اینا حرف میزنن با ما. در همین گزارشی که گفتم تو تیر ماه 98 مرکز پژوهش ها منتشر کرده میگه که بر اساس آمارهای رسمی در سال 1396 فقط حدود 41% از شاغلان این کشور بیمه اند. واقعا جا داره حداقل یه جلسه 3 ساعته راجع به طول و عرض این مسئله براتون چیز بکنم. آقای دکتر نقی‌زاده عزیز گفت که ژاپنی‌ها میگن حیاتی ترین دارایی ما نیروی کارمونه. خب شما نگاه بکنید میگن که این حیاتی ترین داراییمون نیروی کارمونه و اگر یه کارفرمایی 2 ماه نتونه حقوقشو بده میره خودشو میکشه. حالا شما نگاه بکنید این چه مناسباتیه؟ این چه مناسباتیه که مثلا بیش از آمارهای رسمی میگه ها؟ آمارهای رسمی میگه که بیش از 70-80% قراردادهای کار که در ایران منعقد شده در طی سالهای اخیر چه نوع قراردادی بوده؟ قرارداد موقت، یعنی قراردادی که نیروی کار رو از ابتدایی ترین حقوق انسانیش محروم میکنه. بعد جنبه نمادین این قضیه رو هم نگاه بکنید که در چند ماه پیش تقریبا به طور همزمان 2 گروه ریختن تو خیابون. یه گروه کارگرای کارخونه های بزرگ دولتی بودن که گفتن آقا ما بین 6 تا 24 ماه حقوق دریافت نکردیم و گفتن این قابل ادامه نیست، واقعا نمیتونیم. خدا وکیلی من که الان بیش از 40 ساله دارم کار میکنم 2 ماه بهم حقوق داده نشه به بحران میخورم، تا چه برسه به یه کارگر عادی. میگه 24 ماه به من حقوق ندادن، اومده بیرون میگه آقا یه فکری برای من کنید. به طور همزمان با اونها سپرده‌گذارای مؤسسه های غیر مجاز اومدن بیرون. جایی که نگرش توسعه‌ای وجود نداره اینا گفتن کارگرها بی خود کردن، برگردن چیز هر کی هم نرفت علائمی ظاهر کنید که پیامو بگیره و بره. اما 3 جلسه اضطراری در سطح سران قوا گذاشته شد. برای چی؟ برای ساماندهی مؤسسه های غیر مجاز. چون آقای رئیس جمهور گرامی حقوقدان هستند و این یه توفیقیه برای ما، من ایشون رو دعوت کردم به اینکه راجع به این اصطلاح از جنبه حقوقی ما رو راه نمایی کنن. آقا تو تمام دنیا مؤسسه های غیر مجازه چیکار میکنن؟ تنبیه میکنن، میگن تو بی اجازه بی خود کردی داری کار میکنی. عزیزان اومدن اصطلاحی ابداع کردن تحت عنوان ساماندهی مؤسسه های غیر مجاز و بعد 35,000 میلیارد تومان منابع آزاد کردن برای این امر گرامی. یعنی چی؟ ساماندهی مؤسسه های غیر مجاز. ببین اگر 1,000 میلیارد تومان آزاد میکردن میتونستن حقوق پیش تا 6 ماه بعد اون کارگرها رو هم پرداخت کنن. و این نوع اولویت گذاری رو ملاحظه بفرمایین، این نوع اولویت گذاری از دل مناسباتی در میاد بیرون که در اون کوته نگری، یعنی ترجیح نظاموار امور کوتاه مدت به بلند مدت در میاد بیرون. وگرنه هر کس حتی ذهن غیر متخصص هم داشته باشه
میفهمه که بقا و استقلال و توسعه کشور به بنیه تولیدیش مربوط میشه، ولی ما اونها رو نمیتونیم براشون منابع آزاد کنیم برای مؤسسه های غیر مجاز. با اینکه بانک مرکزی چند بارم بیانیه داده بود که آقا این غیر مجازا ریسک سپرده گذاری توش خیلی بالاست، بعدم گفت ما مسئولیت نمیپذیریم. عزیزانی با وجود همه اینها رفتن اونجا سپرده گذاری کردن، بعد ما پاداش میدیم، میگیم دمت گرم که همچین ریسکی رو پذیرفتی. ولی واقعا من یه سری چیزایی رو آماده کرده بودم اینجا از اسناد رسمی کشور که قشنگ مثلا سازمان برنامه، ریاست جمهوری، بانک مرکزی میگن آقا ما این خطاها رو کردیم در عرصه سیاست گذاری در مورد نرخ ارز، در مورد قیمت عامل‌های انرژی و اینجوری تولید کننده ها به فلاکت افتادن. اونجا میگن این مسئله خود تولید کننده هاست. ولی گرامیان سپرده گذار در مؤسسه های غیر مجاز ساماندهی میشند. خب یعنی این نوآوری در دانش حقوق میتونه محسوب بشه. خب حالا اون چیزی که من الان آدرسش رو عرض میکنم، جزئیاتش باید بمونه برای یه فرصت دیگه. ببینید، برای اینکه اون بحران بهره‌وری اندک و بنیه تولیدی ضعیف حل و فصل بشه، در تمام تجربه های موفق توسعه 5 رکن وجود داره. من دلم خواست مجال باشه راجع به این ایده‌ای که یه ایده‌ای که واقعا من مشکوکم بهشون، که یه جوری جست میگیرن میگن هر چیزی که غربی بود یعنی غلطه. من این رو مشکوک میدونم، چون هم ضد علم هم ضد ایمانه. ماجرا اینه که یک اصول ثابت وجود داره که توی اون اصول ثابت چه از نظر علمی و چه از نظر دینی به ما تعلیم داده میشه که آقا شکل و شمایل عملیاتی کردن اون اصول ثابت تابع شرایط محیطی تونه، ولی اصول ثابتی هستند. ولی یه عده‌ای میگن هرچی مثلا غربی بود محکوم به نجاست. و اون وقت جالبه که خود اونا مثلا سرفه میکنن، میرن تو لندن سرفهشون رو درمان بکنن، یعنی همونایی که بعد گفت آن کار دیگر میکنن. خب ماجرا اینه که 5 تا اصل ثابت وجود داره. هر جا میخوای توسعه پیدا بکنی باید این 5 تا رو رعایت بکنی، و رعایت این 5 تا هم ممکنه که عنوانهاش اقتصادی باشه، ولی به شرحی که اشاره کردم وزن عناصر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی توش خیلی سنگین تره. حالا جزئیاتش بماند. این 5 تا چیه؟ اول، کنترل مصرفهای غیر ضرور، لوکس و تجملی. امکان نداره که اگر یه برنامه جدی در این زمینه وجود نداشته باشه توسعه ای اتفاق بیفته. آقای مهندس گفتن دیگه، شما برید ببینید از اولی که ایران رو شروع کردن به تحریم، اون چیزی که در قلب موارد سختگیرانه تحریم وجود داره هر چیزیه که بنیه تولیدی ایران رو ببره بالا. مصرف‌های لوکس در شرایط تحریم تسهیل شده. شما یادتونه دیگه در دوره آقای احمدی نژاد، اون وزیر با شرافتی که اومد گفت آقا به ما رفتیم عرض بگیریم راجع به داروهای حیاتی و مورد نیاز، گفتن نمی‌دونی کشور تحریم شده، برو عرض نداریم. بعد میگه گزارش 6 ماهه گمرک در اومد بیرون، ما دیدیم ارزهای مربوط به دارو رو دادن به واردات لوازم آرایش و خودروهای لوکس.
حالا اینکه اون ور چه خبره، چرا اونا واردات لوکس و تجملی رو آزاد میذارن یه ماجرا داره، اینکه عزیزانی که اینجا اینجوری اولویت گذاری میکنن اینا چه موجوداتی هستن، بعد اون وزیر شرافتمندی که اومد این مسئله رو برملا کرد عزل شد و عزل کنندگان ارج و قرب پیدا کردن. یعنی همه اینا داره میگه که آقا وقتی که تو پشتتو به تولید میکنی در همه عرصه های حیات جمعیت دچار انحطاط میشی و ما باید اینو خوب بفهمیم و بفهمانیم. ماجرا فقط اقتصادی نیست، این خودش اصلا علامت یه بیماری های بزرگتر غیر اقتصادیه. حالا اینکه اونایی که سر کار بودن این عزل رو انجام دادن یه ماجراست، یه دونه اطلاعیه از هیچ نهاد مدنی در دفاع از اون خانم وزیر منتشر نشد. یعنی گویی همه ما هم همینو درست میدونیم، تن در دادیم بهش. حالا ما فقط الان تلگرافی اسامیش عناوینشو میگیم، انشالله بقیهش بمونه در یه زمان مناسب. دومیش افزایش هزینه فرصت مفت خارجی است. تا زمانی که بشود از طرقی درآمدهای سرشار بدون ریسک و کم زحمت داشت، کسی دردسرهای تولید رو به جان نمیخره. ما استثناها رو رد نمیکنیم، ولی سیستم رو استثناها بنا نمیشه، قاعده باید درست بشه. حالا من یه آمارهایی اینجا براتون چیز کرده بودم، واقعا بعضیش انقدر تکون دهنده است که من میگم خدایا، یعنی اینقدر درک اینا سخته که ما یه همچین چیزایی رو داریم مشاهده میکنیم. مثلا 2016 ما اومدیم محاسبه کردیم، دیدیم که نسبت سود پرداخت شده به سپرده های مدت دار به جی دی پی در ایران بوده یه چیزی حدود 16%. بعد من تمام کشورهای صنعتی رو آوردم، عموماً از زیر 1% تا 2.5%. حتی ترکیه زیر 6.5%. ما 16%. ما محاسبه کرده بودیم، واقعا من عذر میخوام که دارم سرتون رو به درد میارم، ولی میخوام بهتون بگم که مسائل اگر اون از منظر تحلیل های سطح توسعه نگاه بکنیم، کانون های اصلیش کاملا آشکاره، فقط اون نیروی اجتماعی پشتیبان کننده از توسعه جاش خالیه. ما میخوایم دستی از غیب برون آید و کاری بکند، ولی هر کشوری که نجات پیدا کرده همه برای این مسئله برای خودشون مسئولیت تعریف کردن. ما اومدیم دیدیم میزان سود سپرده‌ای که در سال 1394 پرداخته شده با استاندارد حداقل دستمزد رسمی معادل دستمزد 11 میلیون کارگره. حالا چقدر در این زمینه ماجرا وجود داشته باشه؟ ما اومدیم مطالعه کردیم که این الگوی پرداخت سود یکی از مهمترین عوامل تشدید واگرایی و نابرابری ها در سطح مناطق ایرانه. نمیدونید اصلا چه خبره واقعا. بعد تازه من میخوام بهتون عرض بکنم، مجال نداریم، یه سندیه که فقط یک بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران منتشر شده، میخواستم راجع به اون یه خورده صحبت کنم که حالا میمونه برای یه زمان دیگر. فقط یک بار در از تاریخ تأسیس بانک مرکزی تا امروز یه بار به یه شرایط استثنایی
اینا اومدن یه گزارش دادن راجع به بازار غیر رسمی پول در ایران. واویلاست. یعنی تازه این چیزی که ما داریم میگیم تو بازار رسمی پولشه اون سود سپرده. مطالعه های ما و شواهدی که جمع‌آوری کردیم میگه که کل تولید کنندگان صنعتی ایران 25% از نیازهای سرمایه در گردششون از بازار رسمی پول تأمین میشه. یعنی قشنگ 75% نیازهاشون رو گفتن برید رباخورها رو چاخ کنید. بعد تکون دهنده تر اینه که این نسبت برای کشاورزا حدود 5%. یعنی اونها 95% نیازهای سرمایه در گردششون رو باید از طریق رباخورا و سلفخرا و واسطه ها تأمین کنند. اون وقت اینجوری که میشه شما میخورید به بحران سرمایه گذاری مولد. از یه طرف با سیاست هاتون اعتماد تولید کننده ها رو نابود میکنید، از یه طرف دیگه یه زالوها و یه مکنده هایی رو گذاشتید که اینا میان بچسبن به تولید و بدون زحمت شیره جان اینا رو بکشن. ما الان چیزی که میتونیم بگیم اینه که آقا این روند اگر استمرار پیدا بکنه ما رو به اضمحلال حرکت میکنیم. حساب کتاباش خیلی روشنه. عین این قضیه تو نظام مالیات ستانی ایرانم وجود داره. آقای مهندس رو سایت اون مؤسسه پژوهشیشون گذاشتن. ببینید میزان مالیات پرداختی تولید کنندگان صنعتی در ایران تقریبا بیش از 4 برابر سهم اونها از جی دی پیه، در حالی که مثلا اونایی که به دلالی و رباخوری و اینا مشغول هستند مشمول عنایات خاصن. این روند قابل تداوم نیست. حالا من عرایزم رو اینجوری جمع‌بندی میکنم. سومیش پیشگیری از فساد بر اساس طراحی برنامه‌های ملی مبارزه با فساد. حالا اینم برای خودش یه ماجرایی داره. اگر این کار رو کردیم گام بعدی میشه به حاشیه بردن کامل الگوی تولید معیشتی. پنجمیش هم میشه طراحی برنامه حمایت توسعه گرا از تولید صنعتی کارخانه ای. این 5 تا رکن رو انشالله باید در زمان دیگری شرح و بستش رو بدیم. خیلی عذر میخوام که بیش از حد صحبتم طول کشید. 4 به حاشیه بردن کامل الگوی تولید معیشتی، یعنی اون الگوی تولیدی که نه قادر فقر رو برطرف کنه و نه قادر عقب ماندگی رو برطرف کنه. 5 هم طراحی یک برنامه حمایت توسعه گرا از تولید صنعتی مدرن. درود خداوند بر شما.